را قبول میکنیم. تمامی شبکه هیدروگرافی رو به تو خودکار ترسیم میکنه همونجور که در شکل مشاهده میکنید. البته در مراحل جلوتر این شبکه هیدروگرافی رو تکمیل میکنیم از اتاق توپوگرافی که از دم در محیط ویو وارد میشه. بر مرحله بعد واتشد اگریشن، تجمع حوزه آبخیز رو به اصطلاح حوزه آبخیز بزرگتری در نظر میگیره. باز این هم قابل این که اندازه حوزه آبخیز رو چقدر میخوایم ببندیم و چقدری در نظر بگیریم. حوزه اون هم قابل تغییر و چنین توانایی رو نرم افزار داره. الان حوزه های کوچکتر رو تبدیل به حوزه های بزرگتر میکنه. در این مرحله میبینید که حوزه های بزرگتری در نظر گرفته. مشاهده میکنید خب تا این مرحله که انجام شد میایید در قسمت دیتا منیجمنت. بعد از اینکه تمام این مرحله رفتیم تا منوی واتش اگریگیشن در قسمت دیتا منیجمنت اطلاعات میبینید که همه مرحله رفته داره خونده میشه. اوکی میکنید میاد سر وقت فول پروسین ستاپ. نیاز به اینه که شما یک پروژه دیگه انجام بدید و دمو یه بار دیگه فیل سیم کنید. گاهن مشاهده شده که میان یک مین ویو دیگه باز میکنن، دم رو فیل سیم میکنن و مراحل رو دوباره میرن، ولی میشه همینجا سیو از کرد یه پروژه دیگه. اینو سیو کردیم یه پروژه دیگه تحت نام درایو ای به اسم وید پروژه دو سیو میکنیم. بعد میایم در فول پروسینگ ستاپ. چون اینا همشون وجود دارن میخوایم فیلد گرید دمه که در واقع یک بار فیلد سینگ شده یک بار دیگه فیلد سینگ کنیم و یک اس بشون داریم و همشون یه عدد اضافه میکنیم دی یا اف. در واقع اینا وجود دارن و یک بار دیگه این مراحل به صورت خودکار انجام خواهد شد. یعنی استریم گرید یک بار انجام شده، استریم گرید دو ایجاد میشه، واترشد گرید داریم، واترشد گرید دو ایجاد میشه. بعد اوکی میکنیم، پیش‌فرض رو قبول میکنیم، به صورت خودکار تمامی مراحل قید شده ذکر شده یک بار دیگه تکرار میشن. میبینید که همه اینا داره انجام میشه.